سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. امروز می خوام در مورد نقش منیزیم و ارتباط اون با ویتامین دی صحبت بکنم و ارتباط جالبی که بین منیزیم و ویتامین دی وجود داره. این ارتباط رو شما حتما باید بدونید، خصوصا شماهایی که ویتامین دی تون کمه و هر کار می کنید این ویتامین دی جبران نمیشه، چون نقش منیزیم رو ازش غافل بودید. آیا میدونید نیمی از مردم جهان کمبود ویتامین دی دارند و 45% مردم کمبود منیزیم دارند؟ آیا میدونید نقش منیزیم در فعال کردن ویتامین دی چی هست؟ تمام آنزیم هایی که ویتامین دی غیر فعال رو به ویتامین دی فعال و مؤثر در بدن تبدیل میکنه، همشون نیاز به منیزیم دارن. این موضوع به این معنیه که اگر منیزیم بدن ما صفر باشه یا کم باشه، ویتامین دی فعال در بدن ما به همون نسبت میاد پایین و مشکلات بسیار جدی برای ما ایجاد میکنه. عزیزان، همه شما این موضوع رو شاید شنیده باشین که ویتامین دی برای سلامت استخوان خیلی مهمه، ولی این کافی نیست. اطلاعات بیشتری باید بدونید. اگر اهمیت ویتامین دی رو شما در بدن بدونید، بعد متوجه میشید که تمام چیزهایی که نیاز هست برای فعال شدن ویتامین دی در بدن بایستی تأمین بشه و منیزیم مهمترینشه. حالا نقش ویتامین دی در بدن رو بهتون میگم. ویتامین دی باعث سلامت استخوان‌ها در بدن میشه. 1. خطر ابتلا به ام اس رو کم میکنه. باعث پیشگیری از سرطان‌های پستان و سرطان روده میشه. باعث جذب کلسیم به استخوان میشه. مانع رسوب کلسیم در رگ‌ها و در کلیه میشه. خیلی‌ها که سنگ کلیه دچار میشن، مشکلات کلیوی دچار میشن، به خاطر کمبود ویتامین دی هست. عزیزان، ویتامین دی تقویت کننده سیستم ایمنی هست. ویتامین دی در پیشگیری از آنفولانزا، پیشگیری از ویروس هایی مثل کرونا و ویروس های سرماخوردگی متعدد و متنوع، در همه اینها مؤثر و باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به این ویروس ها میشه. ویتامین دی باعث کاهش ابتلا به آلزایمر میشه و این نشون داده که کسانی که ویتامین دی در بدنشون کم میشه، خطر ابتلا به آلزایمر درشون افزایش پیدا میکنه. عزیزان، خیلی ها دوست دارن لاغر بشن، دوست دارن رژیم های سخت میگیرن، اذیت میشن، ولی نمیدونن چرا کاهش وزن پیدا نمیکنن. به خاطر که ویتامین دی بدنشون کمه. کسانی که دچار اضافه وزن هستن، یکی از علتاش کاهش ویتامین دی در بدنشونه. عزیزان، تحقیقات نشون میده کسانی که دچار کمبود ویتامین دی هستن، اینها خطر ابتلا به دیابتشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین ویتامین دی باعث میشه شما دچار دیابت حتی نشید. ویتامین دی باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی میشه و زمانی که کسی این ویتامین در بدنش کم میشه، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی درش افزایش پیدا میکنه. کاهش ویتامین دی عزیزان باعث افسردگی میشه. این خیلی موضوع مهمیه. همه دنبال نشاط هستن، همه دنبال آرامشن و کسانی که ویتامین دی در بدنشون کم میشه، اینها احتمال ابتلا به افسردگی درشون به شدت افزایش پیدا میکنه. عزیزانی که اسپاسم و گرفتگی در قسمت‌های مختلف بدنشون اتفاق میفته، عضلات مختلف، کمرشون میگیره، پاهاشون میگیره، دستشون میگیره، گردنشون میگیره، عضلات مختلف که دچار اسپاسم و گرفتگی میشه، به خاطر کمبود ویتامین دیه. این ویتامین در واقع شاید مهمترین ویتامین در بدن باشه. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم این ویتامین رو چطوری افزایش بدیم و خیلی ها الان اکتفا کردن به قرص و دوا و نتیجه نمیگیرن. عزیزان، ویتامین دی در بدن ما هست. ویتامین دی یک پیش ساخته ای از ویتامین دی در زیر پوست ما هست یا از طریق مواد غذایی جذب میشه، ولی ویتامین دی وقتی که بخواد فعال بشه در بدن، این مهمه. یعنی در واقع یک کلیدی داره، کلید استارت فعال شدن ویتامین دی منیزیم هست، فلز منیزیم. اینو در نظر داشته باشید که ویتامین دی به تنهایی
نمیتونه کاری بکنه. حتما برای فعال شدن نیاز به منیزیم داره و البته عوامل دیگه هم هستن. من در این ویدیو نقش منیزیم رو براتون میخوام بگم و اینکه ویتامین دی وقتی میخواین در بدنتون تامین بشه، اینو از چه طریق با چه مواد غذایی، اینها رو همراه هم بایستی مصرف بکنید که شما بتونید در واقع این مهم رو در وجود خودتون تأمین بکنید. عزیزان خیلی متشکریم از کامنت های پرمحبت شما، خصوصا وقتی که ذکر میکنید از کدوم شهر هستید. شهرهای کشورهای مختلف رو ما میشنویم، خوشحال میشیم. خصوصا کسانی که درمان میشن، درمان شده ها دارن تعدادشون خیلی زیاد میشه، باعث خوشنودی ما هست. ما در تلگرام به نام دکتر جاوید لینکی داریم، اینجا گذاشتیم در دیسکریپشن، میتونید ورود کنید. یک سری صحبت ها، یک سری سوال و جواب ها رو در تلگرام هم ما قرار دادیم و عضو اون کانال هم میتونید بشید. منیزیم این نقش ها رو در بدن داره. یک ماده بسیار مهم و حیاتی برای عملکرد ماهیچه ها هست، برای تنظیم اعصاب، برای تنظیم قند خون. منیزیم نقش مهمی داره. منیزیم باعث شل شدن عضلات میشه و کمبودش در بدن باعث اسپاس میشه. منیزیم در انتقال داده های عصبی به سیستم و سلسله اعصاب بسیار مؤثره و کسانی که مشکلات عصبی و ماهیچه‌ای دارن و مشکلات حرکت در ماهیچه ها دارن، اینها نیاز به منیزیم دارن. منیزیم برای کسانی که حس خستگی و ضعف و بیحالی دارن بسیار عنصر کلیدیه. عزیزان منیزیم انرژی از دست رفته رو دوباره فعال میکنه و باعث میشه که ما بدنمون سرشار از انرژی بشه و مواد غذایی که مصرف میکنیم با یک متابولیسم خوب اینها سوخت و ساز بشن و انرژی از دست رفتمون تأمین بشه. برای کسانی که خستگی مفرط دارن منیزیم بسیار حیاتی هست. چند تا نشانه کمبود منیزیم رو خدمت شما بگم که چون منیزیم در روال عادی که شما تشریف ببرید آزمایشگاه و توی آزمایش‌های معمولی معمولاً اطباء نمی‌نویسن شما توی آزمایشات چکاپ که شما منیزیمتون رو تست بکنید و بدونید کمبود داره یا نه. منیزیم رو با این نشانه ها کمبودش رو بشناسید. 1. احساس خستگی و کسالت مدام. 2. احساس بی اشتهایی. 3. احساس افسردگی و کمبود نشاط. 4. احساس گزگز در بدن. حس کمخوابی. خیلی وقتا ما کمخواب میشیم و خیلی از افراد به خاطر بیخوابی مصرف داروهای اعصاب رو امتحان میکنن بدون اینکه بدونن علت اصلیش کمبود منیزیم هست. در مورد کمخوابی ویدیوی تهیه کردیم، میتونید اون رو ببینید، کامل اونجا بهش پرداختیم. عزیزان منیزیم 11th عنصر مهم و فراوان بدن ما هست. منیزیم 3rd فلز مهم در آب دریا هاست. منیزیم 7th فلز مهم در پوسته زمینه. خب عزیزان منیزیم پس بسیار مهمه و ما برای تأمین نیازهای بدنمون همیشه به ویتامین ها توجه میکنیم. خیلی دنبال این هستیم که میوه‌جات مصرف کنیم و میوه‌جات سرشار از ویتامین هست، ولی اینو بدونیم که بعضی از فلزات و الکترولیت ها شاید اهمیتشون از ویتامین ها هم بالاتر باشه. بنابراین نباید نقش اینها رو کم رنگ بدونیم، خصوصا منیزیم که خدمت شما توضیح دادم چه نقش های مهمی داشت و چقدر خود منیزیم مهمه برای عملکرد بهتر کل بدنمون. حالا ببینیم چه موادی این منیزیم رو داره، اینها رو در رژیم غذایی خودمون قرار بدیم. خوب گوش بدین، قسمت پایانی ویدیومون هست. و اما منابع مهم منیزیم در طبیعت. 1. بادام، چه بادام زمینی، چه بادام درختی، چه بادام هندی. 2. نمک دریا، گفتم 3rd عنصر مهم در دریاها منیزیم هست و نمک دریا، نمکی که از جای استخراج بشه که تمیز و بهداشتی باشه، یک منبع بسیار خوب تأمین منیزیم برای بدن هست. میوه‌جاتی مثل انجیر، موز، سیب،
مثل آووکادو، اینها هم منابع خوبی از منیزیم هستند. در برگ سبزیجات تیره عزیزان بسیار منیزیم خوب وجود داره، اینو خیلی بهش اهتمام بکنید. با سبزیجات دوست باشید، سبزیجات پهنبرگ خصوصا، خصوصا برگ چغندر. برگ چغندر رو متاسفانه الان میچینن چغندر رو و برگش رو میدن به دام مصرف میکنه و این در واقع خیلی منابع بسیار مهم منیزیم هست. منابع دیگه یه منیزیم هم وجود داره که خیلی مهمه و ساده، مثل هویج، مثل فلفل دلمه سبز، مثل کلم بروکلی، مثل برنج قهوه‌ای، مثل جو دوسر، اینها همشون منیزیم خوبی داره. استفاده بفرمایید و این عنصر مهم رو و این فلز مهم رو به بدنتون برسونید. عزیزانی که میخوان اطلاعات خودشون رو تکمیل بفرمان در حوزه سلامتی، ما مطالب تکمیلی رو در سایت دکتر گرین لایف قرار میدیم، میتونید سری بزنید، هم محصولات سالم و ارگانیک رو ببینید و هم اینکه مقالات علمی رو مطالعه بفرمایید. همیشه شاد و سالم و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.